خدمتش مشاور در عزیز، امید که روز خوش خوبی را آغاز کرده باشید. بازم واسط حیات هستم، استاد ریاضی. امروز ما شما درس نهم صنف هفتم میخوریم که برنامه عنوانش هست برنامه سد کلی و مکمل نهی یک سد. ما روز گذشته خواندیم که تفاضل دو سد چگونه است، دو سد تفاضل می داشته باشند و به صورت مکمل یاد گرفتیم که تفاضل دو سد چگونه است. امروز ما شما درس جدید میخونیم، امید که تا آخر ویدیو ما را همراهی کنید و درس به صورت مکمل و درست یاد بگیرید. در ضمن باید کتابچه ها و قلمایتان در پیش نمایش کتابایتان و کار بگیریم بخیر. قبل از اینکه درس آغاز کنیم میخوایم اول مفهوم از سد کلی و مکمل یک سد بفهمیم. از سدهای کلی هم نما داریم. علامه سد کلی چه رقم است؟ علامه مکمل یک سد به شکل است. در صورت سد در خودش ای باشه میگیری به زبر یا به شکل. به این دو شکل ما میتونیم که یک مکمل یک سد نشان بدیم. فرض میکنیم یک سد عمومی داشته باشیم، ست عمومی را مثلا به یو نشان داده میشه، همیشه ست عمومی را در صفحه مکمل یا مکمله به یو نشان میده. ست عمومی ما باشه یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت و نه. یعنی ست کلی ما، ست عمومی ما، ست اعداد یک رقمی هست، ست مکمل اعداد یک رقمی است. و ست ای ما، ست ای ما کدام اعداد است؟ اعداد طاق مثلا میگیریم، اعداد طاق یک رقمی است، یک است، سه است، پنج است، هفت است و نو است. برای ما چی میگم؟ میگه در صورتی که ست ای خود غیر تکمیل تکمیل است، ست مکمله ای را پیدا کنیم. وقتی که بخوایم ما ست مکمله ای را پیدا کنیم، ما ست عمومی را یا ست یو را منفی ست ای میکنیم. خب ست یو منفی ست ای، ست یو ما کدام عدد است؟ یک است، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت و نه. درست است؟ و ست ای ما کدام عدد است؟ ست اعداد طاق یک رقمی است، یک است، سه است، پنج است، هفت است و نو است. خب بسیار خوب، ما شما در درس گذشته خوانده بودیم که تفاضل دو ست چگونه دو ست تفاضل شده باشه. پس میگیریم که یو منفی ای، بسیار ساده آسان مثل درس گذشته. چه میگیریم؟ چی چیزا که در ای وجود داره، در یو وجود داره، در ای وجود داره، وارو نمیگیریم. یک است، دی است. درست است؟ یک نمیگیریم. دو است، ده. یه است، دی نیست. درست است؟ پس میگیریم دو. سه دی است، دی است. سه را نمیگیریم. چهار دی است، دی نیست. درست است؟ پس چهار میگیریم. پنج دی است، دی است. پنج حذف میکنیم. هر کدامش که موجود میباشه حذفش میکنیم. شش دی است، اما دی نیست. شش میگیریم. هفت دی است، دوم است. هفت هم حذف میکنیم. هشت دی است، دونی میبخشید. هشت دی است، دونی است. هشت میگیریم چون هفت را حذف کرده بودیم. درست است؟ نو دی است، دی هم است. پس نو را حذف میکنیم. خب حالا شد دو، چهار، شش. دو، چهار، شش کدام اعداد است؟ اعداد جفت یک رقم است. یعنی ست مکمله یو که ست مکمله ای که اعداد طاق یک رقم است، کدام اعداد است؟ اعداد جفت یک رقمی است. یعنی در صورتی که اعداد طاق یک رقمی با اعداد جفت یک رقمی یک جای شوان یا اتحاد کنند، چی را بر ما تشکیل میتن؟ ست مکمله ست یورا یا ست مکمله یک اعداد یک رقمی جفت طاق تشکیل میده. چیزی که اعداد یک رقمی که وجود دارد تمام از این را تشکیل میده. این یک مثال بود، این را در کتابچه تان به صورت پاکنویس بنویسید. مثال دوم یک مثال از حروف زبان انگلیسی کار میکنیم. مجموعه حروف زبان انگلیسی به نام ست عمومی حروف زبان انگلیسی بگیم که به یونش ما میگیم. ست یونی ما مساوی میشه و تمام حروف زبان انگلیسی را به کوچک نشان داشته میگیم. A, B, C, D, E, F, کامل درست است. F, G, H, I, J, K, L, M,
N O P Q R از اون بیشتری قسمت داشته بکنیم R S T U V W X Y و Z و ست M و ست حروف واول زبان انگلیسی بگیم حروف واول زبان انگلیسی کدوم هست؟ A هستن A E I O و U درست هست؟ مگر در صورتی که به شکل باشه می مکمله ست A را پیدا کنیم مکمله از این کدوم هست؟ میگه وقتی که ست A را پیدا کنید که با اینی ست یک جایی شود چی را تشکیل بده؟ ست زبان انگلیسی را پیدا تشکیل بده پس میگیریم که U منفی A U منفی A را میگیریم U منفی A کدام هست؟ چیزایی که در دو شما مشترک است وار نمیگیریم A مشترک است پس نمیگیریم اینه B خب اینی ای هست اشتباه نشه B وجود داره در یا نیست خب چیزایی که مشترک است اول جدا میکنیم باز متباقیش میگیریم ای هست ای در یا هست ای را نمیگیریم آی هست آی را نمیگیریم او هست او را نمیگیریم و یو هست یو را نمیگیریم در متباقی تمام حروف ها میگیریم B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y و آخریش هم زی خب وقتی میبینیم حروف واول کدام هست حروف واول A E I O U است درست است وقتی ای اعداد که میبینیم در شما دیتا هیچ حروف واول نیست پس وقتی میتونیم که ست مکمله حروف واول کدام است حروف غیر واول است وقتی که حروف واول و غیر واول با هم یک جمع میکنیم چی را تشکیل میده ست عمومی زبان عربی زبان انگلیسی را تشکیل میده یه مثال آخر بود امید که به صورت مکمل درس یاد گرفته باشید خب شاگردای عزیز درس نهم صف هفتم مدیریت به پایان میرسه که نمایش بود ستای مکمله یک ست امید که به صورت درست و اساسی درس آموخته باشی در صورت در نامشکل میتونید با استاد رحمایتان در گروپ های واتساپ و تلگرام در جریان بذارید و مشکلات نشه امید که روز خوش خوبی داشته باشید خدا نگهدار